درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. هیتلر، استالین، قذافی، خمینی همه شاعر و نویسنده بودند. در 100 سال گذشته که سوسیالیسم در هنر لانه کرد، تنها این نویسندگان و شاعران بودند که میتونستن با قدرت کلام از هیچ سیاه خودشون چیزی رویایی پدید بیارن و با نفوذ کلام به تفکرات یا هپروت سیاسی خودشون مشروعیت بدن، چنان که انقلابیون 57 مانیفیستشون ماهی سیاه کوچولو و مادرشون مادر گورکی و ائتلافشون نیز با دو بیت شعر سر هم می اومد. چه جور آدمی آقای خمینی؟ الان نه اون موقع چه جور آدمی؟ همون که کتاب نوشتم ما، حالا خیلی هم فوشم خواهند داد که چرا میگی ما، واقعا بوده چیزی بوده که من چند سال پیش دیدم، نمیتونم دروغ بگم. اون چیزی که من دیدم وقتی که کتاب شهر دادم وارد سلول شدم، دیدم یا آقای خیلی خندان نشسته اونجا بلند شد اومد استقبال من و خب ریش داشت، اونم فهمیدم که آخونده و گفتش که من سید علی خمینی هستم و میخندید و من چون تو عمرم اولین بار بود که یک آخونده نزدیک میدیدم، تو منبر اینا دیده بودم ولی در زندگی روز نره، برای اینکه زود مغزمو باش روشن کنم گفتم سلام، من فلانی هستم، من چپی هستم. بعد خندید و یه مقدار پتو بود و گفت بشین اینجا. حالا با هم نشستیم، از همون موقع دوستی ما شروع شد، شاید مثلا 10 دقیقه بعد، و خیلی دوستی خوبی در این 4 ماه ما هم داشتیم. کنار پنجره میشد با صدای بلند نماز میخوند و زار گریه میکرد و من واقعا با اینکه هیچ وقت فرد مذهبی نبودم، یادم میاد که اون لحظات احساس میکردم که واقعا یک فردی داره با تمام وجودش با خدا نیاز میکنه و احساس روحانی داشت. هوشنگ اسدی، ژورنالیست چپ، همسر نوشابه امیری، در سال 1357 به عنوان یکی از اعضای شورای سردبیری کیهان انتخاب شد. شورا شامل رحمان هاتفی، محمد بلوری، هوشنگ اسدی، مجتبی راجی و مهدی صحابی، یعنی اکثریت چپ یا اعضای جبهه ملی. او مسئول مذاکره با گروه‌های سیاسی شد. اعضای شورا در سال 50 به همراه عده زیادی از نویسندگان و خبرنگاران پاکسازی شدند. او به روزنامه مردم حزب توده پیوست و تا زمان دستگیری در 61 به عنوان خبرنگار فعالیت داشت. در 82 به همراه همسرش به پاریس مهاجرت کرد. او پس از مهاجرت عضو شورای سردبیری روز آنلاین، روزنامه سبز و انجمن بین‌المللی روزنامه نگاران ایرانی بوده که در 90 نیز برنده جایزه جهانی حقوق بشر شد. حالا به این تصاویر در ادامه ویدیو لطفاً دقت ویژه داشته باشید. این روزها حرف و سخن درباره ابراهیم حامدی و همسرش بسیاره، از همکاری‌های پشت پرده تا روابط پنهانی. این عکس‌ها سرنخ بسیاری از روابطه. در همین رابطه نکته قابل توجهی که باید بدونیم اینه که کنسرت‌ها رو اکثراً تیم فائزه رفسنجانی برگزار می‌کنن و از وقتی که تلویزیون‌های 24 ساعته آمدن، کار فائزه و فاطمه رفسنجانی هم با همکاری جورج سروس شروع شد که پشت تمام کنسرت ها هستن. اینا برای حکومت پولشویی میکنن و طبق اسناد اسپانسرشون سپاهه. حالا سوال، شما فکر میکنید ابراهیم حامدی کیه و چگونه باندش توسط صادراتی های جمهوری نکبت اسلامی حمایت میشه؟ به این تصاویر دقت کنید. فرزاد نیکپی از دوستان و حلقه نزدیک رامین یکتاپرست، فردی که در تهران در ارتباط با حمله به کنیسه یهودیان در آلمان کشته شد. فقط ببینید دوستان که قریب به اتفاق مراسم‌های فرهنگی، خیریه‌ها، صرافی‌ها و دفاتر مهاجرتی رو عوامل حکومت اشغال کردند. چرا؟ به خاطر اینه که همه مهاجران هیئت و مسجد نمیرن، ولی کنسرت و پارتی و 13 بدر رو چهارشنبه سوری میرن. تمام اینا گلوگاهایی هستند که هم به کار شناسایی جامعه مهاجر کمک میکنه، هم شبکه سازی و یارگیری. این مرحوم هم پل ارتباطی بچه هیئتی عشق لاکچری با داف ولایی در آلمان و ترکیه بوده. اگر فقط یک سر به کامنت های پست آخرش بزنید، چه پلنگ های عزادار و پاتریشیا سادات هایی ریختن اونجا. و اما نکته مهم اینه که از کتلت شدن رامین یکتاپرست میشه سرنخ‌های زیادی به دست آورد. آدم‌هایی که باهاش ارتباط داشتن قطعاً باید پاسخگو باشن. ببین دوستان، از این ماجرای رامین یکتاپرست میشه یک فیلم هالیوودی ازش ساخت. قطعه کردن همباندیش و انداختنش تو رودخونه راین، فرار به ایران و از آنجا آدم اجیر کرده برای حمله به کنیسه یهودیا، حالا هم که به وسیله شلیک گلوله به درک واصل شده.
و جالبتر اینجاست که اون معروف بوده به رئیس باند فرشته های جهنمی. کارشناس پلیس هم گفته که یک تتو هنگام بازجویی رو بدنش کشف کردن که فقط اعضای باند، کسایی که آدم کشتن، اجازه دارن این تتو رو بزنن. اون کسی که تکه تکه کرده اسمش بابک بوده، اما پلیس مدرک کافی نداشته و آزادش میکنه. رامین هم فلنگ رو میبنده و میره ایران و از اونجا آدم اجیر میکنه برای حمله به کنیسه تو بخوم، اما طرف کوکتل رو به جای کنیسه به مدرسه بغلش میندازه. از طریق دیتای جی پی اس بعد دستگیر میشه و اعتراف میکنه که از طرف یک تا پرست این کارا رو کرده. در همین رابطه حتی میتونید گزارش کامل شبکه بیلد درباره جرم گذشته رامین یک تا پرست متهم به قتل و تکه تکه کردن شخصی در آلمان رو ببینید. او در حالی که فراری بود با آزادی و رفاه کامل به جمهوری اسلامی زندگی لاکچری خودش در ایران میپرداخت. او در آلمان پیش از ماجرای کنیسه یهودیان به اتهام قتل عام تحت تعقیب بود. تابعیت آلمان داشت و خالکوبی هیتلر روی بازو. از سرحلقه های سازمان تروریستی سپاه جمهوری اسلامی. ببینید سیستم اطلاعاتی همیشه یک کارگرهای بدیل سازی دارن. در این دوره اخیر ما حداقل بیش از 200 نفوذی به اصطلاح مشخص آشنا شدیم. از اکبر گنجی بگیر، سازگارا بگیر، از سفیرانی که ناگهان استعفا میدن. این سیستمه. سیستم من چون شوروی رو خیلی خوب میشناسم و نحوه سقوطش، برای همینم برداشتم و تفسیرم اشتباه نبوده چه کسانی رو رژیم به موقع برای شما میفرسته به خارج و در شما نفوذ میکنه. و الانم به بچه ها گفتم شخصیتی میفرسته که شما فکر میکنید سلطنت طلب تر از تمام سلطنت طلب های دو آتش هست، بعد برای شما یک لیبرال میفرسته. جان کلام این که در رابطه با رامین یکتا پرست و خط و ربط هایی که به کنسرت های خارج از کشور پیدا شده، مهمترین قدم پاسخگو کردن تک تک چهره ها که با این شخص چه مستقیم و چه از طریق فرزاد نیکپی ارتباط و کار انجام دادن، و قدم دوم بایکوت این اشخاص و کنسرت هاشون. شاهماهی وقتی صادر شد واسه پولشویی که اصلا ماها نمیدونستیم صادرات غیر نفتی یعنی چی، و خلاصه این که هر جا سخن از دیاست هست نام ابراهیم حامدی و زنش می درخشه. سپاس که با لایک و کامنت همراه و حامی هر سه کانال خبرچین دیگه چه خبر و خبردار هستید. و اگر مایل به حمایت مالی از کانال خودتون هستید، از گزینه سوپر تانکس در پایین هر ویدیو میتونید استفاده کنید. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم.